بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلسفه دین برایه که انسانیت انسان ضایع نشوه. یک دفعه مثل که انسان از یک ساختمان بلند 20 طبقه میفته، خورد خورد میشه، گردنش میشکنه، پایش میشکنه، یک چند قطعه گوشت میشه، دیگه او انسان گفته نمیشه. میگه در زندگانی دنیا ساختمان های هست، گودال های هست، 1000 متری، 10000 متری. ای گودال ها گودال های حواس های حیوانیه که میگه در این چاه های حیوانی سقوط نکنیم. از چه شاوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنن، یعنی مثل یوسف. از چه شاوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنن. ای برای ای دین که انسانیت انسان حفظ کنم. انسان عقل داره، فطرت داره، فطرتی که او را به سوی پاکی دعوت میکنه، عقل داره که انسان به سوی کمال دعوت میکنه. ای در ای دو دستگاه در داخل انسانه. هر انسان به ای دو دستگاه مجهزه، دستگاه عقلانیت و دستگاه فطرت. از ای در درون، از بیرون انبیایه اونا میاین، دین خدای، شرایع، کتاب خدای انسان را رانمایی میکنه. ولی اینا تنها نیه، قضیه به امینجا خلاصه نمیشه. انسان عجب موجودیه، قضیه به امین خلاصه نمیشه که ما عقل داریم، فطرت داریم، از درون، از بیرونم انبیای، علمای، شریعت، قرآن، اصحاب. به این مقدار خلاصه نمیشه. همونطور که انسان فطرت داره و عقل داره، غرایزم داره، غرایزی که از غرایز حیوانات به مراتب شدیدتر و قویتره. شهوت و غضب داره، حرص داره، بخل داره، طمع داره، تکبر داره، آرزوهای بلند و بالا و دراز داره، خودخواهی داره. اونام است، او غرایز حیوانی هم است، اونام است. خیلی کم از حیوانات که شکمش سیر باشه و گوشت ذخیره کنه. حالا میگن پلنگ میتوره، میبره مثلا یک چیزی رو میخوره، بقیه رو میبره بالای درخت، برای آینده خود نگاه میکنه که گرسنه شد بخوره، یا اونجا بالا میبره میگذره که کفتارا نخوره. بقیه حیوانات هرچی که بود میخورن، سیر میشن، میرن میخوابن. انسانی که سنیه، انسان اگر 50 میلیون پول پیدا کنه که برای خودش و برای فرزندانش کفایت میکنه، اکتفا نمیکنه، میخواهی دیگه پیدا کنه، میخواهی دیگه پیدا کنه. حرصش زیاده، بخلش زیاده، طمعش زیاده، تکبرش زیاده. بر مردم ظلم میکنه، دنیا را به آتش میکشه. همین که الان میبینیم امروز دنیا به آتش کشیده شده، هیچ جا امنیت نیه. همین استکبار و استثمار، این مخصوص به یک قومیه. هر کس که زور پیدا کرد استکبار و استثمار است. زندگانی به دور از دین، زندگانی در پناه غرایز 1000 مرتبه از جنگل بیشتره. در جنگل همه حیوانات هست، ار روز جنگ نیه اونجا.
شیره کدوم از خود یک محدوده داره، حیوانات درنده از خود یک محدوده داره، گاگای تصادف میشه. اما در کره زمین انسان، غرایز انسان هر روز اینه میحسابه که استثمار کنه و استعمار کنه، اما چیز خوب از او باشه، او حکومت کنه بر دیگره. اینمیه که در قرن 21 با پیشرفت علوم تجربی میبینیم که از گذشته هم انسان بدتر شده، زندگانی خطرناکتر شده، امنیت کمیابتر شده، راحتی کمتر شده. در پناه غرایز زندگانی میکنیم. اینمی غرایزه که برای ما و شما به ما اتم تولید میکنه، به ما ایدروژنی، به های نیترونی تولید میکنن دیگه. هزار نفر تلف میشه. امی غرایزه که به آدم او قدر به سوی فحشا پیش میره که میلیون ها نفر تباه میشه انسان در امی قرن علم و کمال به اصطلاح. میبینه یک طرف دین فطرت انبیای شریعت های، یک طرف غرایز انسانیه، غرایز مهار نشده که باید ما اونا را تعدیل کنیم. لذا این دو دریای مختلف در وجود انسان هست. مرج البحرین یلتقیان. باید ما غرایز خود در پناه دین تعدیل کنیم. باید ما این خانه را مسکن ابدی خود ندانیم، این را قبول کنیم که ما آفریدگار داریم و صاحب داریم و او ما را به این دنیا آورده و او ما را روزی که اراده کنه از این دنیا می برم و عموم اراده که اراده می کنه یک موقع دیگر ما را در میدان حساب می برم و او به هر چیز آگاهه. والله و خبیر به ما تعملون، و آگاه به عمل ما. این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، چی در دل خود پنهان کنیم چی اظهار کنیم خدا به ما آگاهه، باید خدا اصلاح کنیم. اگر به این نتیجه رسیدیم غرایز خود به خود تعدیل میشه، جنبه های افراطش میره، تفریطش میره، زندگی گوارا میشه. همه ما و شما برای خود یک محدوده پیدا میکنیم، در محدوده حق خود فعالیت میکنیم، نه من به حق شما تجاوز میکنم، نه شما به حق اونا، نه اونا به حق اونا. کلون فی فلک یسبحون، هر کس در همون مدار خودش قهر میکنه، حدود محفوظ میمانه. لذا قرآن به انسان ایره گوش رد میکنه. یه حرفایی که من میگم اینا را من از نظر دنیا میگم که در دنیا زندگانی ما راحت باشه، و الا ما چقدر در دنیا زنده ایم؟ 70 سال، 80 سال. ما الان که پیش شما مرا میبینین صحبت میکنم صدای مرا میشنوین، ما الان 73 سالی من تقریبا گذشته. ما که نفهمیدم چه قسم گذشت، به یکی دو سه سال دیگه که ما زنده ام ای برای ما خیلی مهمه. اما تو که 73 سال گذشته، یک 3 سال یا 2 سال یا 1 سال دیگه میگذره یا 2 دقیقه بعد، ما که خبر نیم، شاید 2 دقیقه بعد رفع زحمت کنم برم. کی میدانه؟ هیچ کس آینده خود نمیدانه. ایتو میره که آدم ایچ نمیفهمه. شما همی که 20-30 سال عمر دارین، 40 سال عمر دارین، چی فهمیده؟ همه گذشت خلاص شد. خب میریم اونجا در او سرای دائمی میریم، او رو باید تعمیر کنه، او رو باید تعمیر کنه. ولتنظر نفسون ما قدمت لقدن، باید هر کس نگاه کنه که برای فردای خود چی فرستاده. ما یک مثل یک گیاه نیم که در بهار سر ما از زمین سب شوه، تابستانم باشیم و خزان و زمستان نابود شیم و خاک شیم.
ما خاک شدنی نیم، بدن ما خاک میشه، روح ما باقیه. روز قیامت دوباره این بدن ما درست میشه، بدن فیزیکی. روح به او تعلق میگیره، به سزای عمل خود میرسه. حالا او دوزخ جای بدکارا باشه یا بهشت جای نیکوکاران باشه، او دیگه به خود ما مربوطه. پس باید ما او را فکر کنیم. ما به ابدیت متصلیم، ازلی نیم، به اول نیم، اول داریم. ما حادثیم، مسبوق به عدمیم، مسبوق به نیستیم، مسبوق به اراده خدایم. ولی وقتی که خدا ما را خلق کرده، برای همیشه خلق کرده، خالدین فیها، چه در دوزخ چه در بهشت خلود همیشه هسته. از این بازیچه‌های طفلانه که خود از آخرت دور کنیم و خدا را فراموش کنیم، معنیش یه که خود فراموش میکنیم، خود فراموش میکنیم. یک آدم مثلا مریضه، میگه ایر بیوش کنیم، یک دوای بیوشی بهش میدن، خود مرض که خوب نمیشه، یه خود بیوش کرده. یا شراب میخواه، نعوذ بالله، مست میشه. او که واقعیتها را تغییر نمیده، و نه آدم از واقعیتها فرار میتوانه. این دین برای ماه که در پناه که غرایز بر فطرت ما و عقل ما غالب نشوه و ما را به سوی او گودی ها و سیال چالهای حوث های حیوانی پرت نکنه، انسانیت ما را نابود نکنه. این دین برای امیه میگه ولا تکونو، چی عبارته؟ با عمق دل آدم میره و جان انسان میلرزانه. ولا تکونو کالذین نسوا الله، مثل او افرادی نباشین که خدا را فراموش کردن. وقتی که آدم خدا را فراموش میکنه، یعنی دین خدا را فراموش میکنه. دین که فراموش کردی، انسانیت فراموش میکنی. این دین برای حفظ انسانیت تو بود. تو انسانیت خود فراموش میکنی، شکل یک حیوان میشی. تمام عقایدت، اخلاقت، حواسایت، کارایت کارای حیوان میشه. میگه خدا را فراموش نکنی، که خدا خود تو را زیاد خودت میبره، خدا تو را زیاد خود میبره. این یک بحث دقیق فلسفیه که علل طبیعی همونطور که به اسباب طبیعیش نسبت داده میشه، به علل طبیعیش به خدا هم که بالاخره علت العلل به او هم نسبت داده میشه. خودی فرام تو که فراموش میکنی خدا را، خودم خودتو را از یاد خودت میبره، یک عمل طبیعی میشه. تو او دینی که برای تو آمده، تو او را فراموش میکنی. غرائز برایت غالب میشه، حیوان میشه، از انسانیت خود میری و به فکر خودم دیگه نی. اگر مریض پیش یک دکتر رفت، یک دکتر حاذق مهربان، و او بهش یک نسخه را داد که این نسخه را بخور، پرهیزم بکنی، خوب میشی. یه آمده نسخه را فراموش میکنه، نسخه را مندازه، پرهیزم نمیکنه. خب معلومه که مرضش بدتر میشه، سلامتی خود از دست میده. این در مسئله فیزیکی، در مسئله روحانی هم میتوره. این نسخه را برای ما دین نوشته، حلال و حرامه، و تو این نسخه را فراموش میکنی. خب معلومه که رویت کثیف میشه، خرابتر میشی، بدتر میشی، خود فراموش میکنی، خلاص. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این کار نشوه. میفرمایه که اولئک هم الفاسقون، فاسق اونی که از راه خارج میشه. میگه تو از راه فطرت خود خارج میشی، خودم که فراموش کردی، خدا که فراموش کردی، خود فراموش میکنی، خود که فراموش کردی، از رای انسانیت خارج شدی، رفتی بین چاسیالهای حیوانیت سرنگون شد.
خدا به ما و شما بصیرت عطا بفرمایه که قبل از آنی که اختیار از دست ما میره یک کمی به حال خودم باشم و قیامتم مد نظر داشته باشم. والحمد لله رب العالمين.